دوستان عزیزم سلام، خوش اومدید. من مهدی زیایی هستم، رتبه یک انسانی 99، و امروز در خدمت شما تا بتونیم با هم دیگه درس اقتصاد رو به گونه‌ای بخونیم که بتونیم در امتحان مدرسه‌مون، حالا شما یعنی در امتحان مدرسه‌تون، بهترین نمره 20 رو کسب کنید. کاری که ما اینجا می‌کنیم هست که با استفاده از این جزوه‌ای که طراحی شده، متن کتاب رو با هم دیگه یک مروری میکنیم، نکات مهمش رو، جایی که نیاز به توضیح بیشتر داره، و در آخر هم چند تا نمونه سوال با هم دیگه حل میکنیم که بدونیم کجاها ازش سوال بیشتری مطرح میشه، حتی مسائلش، بعضی از مسائلی که ممکنه در امتحان بیاد مثل نرخ بیکاری، مسائل دهک ها، نمودار عرضه و تقاضا، مرز امکانات تولید، اینها که ممکنه در امتحان شما مطرح بشه رو با هم دیگه حسابی مسلط میشیم تا بتونید که به بهترین نمره دست پیدا کنید. این نکته رو هم بگم، خب طبیعتاً با توجه به این که این جلسه برای آمادگی امتحان مدرسه هست، طبیعتاً کنکوری کار نمیشه، یعنی که قرار نیست ما زیاد تست بزنیم، مثلا تستی زده نمیشه، ولی خب سعی میکنم که مفاهیم رو کامل و عمیق براتون جا بندازم. ولی اگر میخواید که خیلی راحت برای کنکورم مسلط بشید و علاوه بر امتحان نهایی که امروز طی چند ساعت حسابی مسلط میشه، کنکورم بتونید درصد بالایی، حتی درصد 100 برسید، میتونید که پکیج توربوجت رو تهیه کنید که 20% رایگان هست. اونجا دیگه تکنیک های مسائل که مسئله رو زیر 10 ثانیه 5 ثانیه حدش کنید کامل توضیح داده میشه و دیگه خیلی خیلی آدیو پرفکته. خب بریم سراغ جزوهمون، جزوه اختصاصی اقتصاد انسانی که توسط خودم طراحی شده، و بریم سراغ درس شماره 1. شما 14 تا درس دارید، طبیعتاً 7 تا درس اول نیمه اول کتاب در نوبت اول بوده و 7 تا درس بعدی در نوبت دوم، اگرچه در نوبت دوم از 7 تا درس اول هم میاد، ولی خب نمره کمتری ازش میاد، بنابراین طبیعتاً شما بایستی که زمان بیشتری رو برای نیمه دوم کتابتون اختصاص بدید، ولی اگر میخواید 20 رو بیارید باید همه رو دقیق بخونید. بریم سراغ درس 1، کسب و کار و کارآفرینی. در درس 1 کتابتون چی رو توضیح میده؟ اینکه کارآفرین کیه، چه ویژگی هایی داره و کلن کارآفرین ها چه کارهایی انجام میدن و کلن حسابی در مورد کارآفرینی و ویژگی ها و کارهایی که میکنند و شرکت هایی که تأسیس میکنند، ریسک و منافعش صحبت میکنه. خب اول از همه کتابتون عنوان میکنه که هدف مؤسسات و کارآفرینان از تولید چیه؟ چرا یک کارآفرین، چرا کلن یک شرکت، یک مؤسسه میاد یک چیزی رو تولید میکنه؟ خب طبیعیه دیگه، اول از همه ممکنه سود خودش رو بخواد، یعنی که یک درآمدی کسب کنه، چون اگه درآمد کسب نمی کردن اصلا هیچ مؤسسه‌ای تأسیس نمی شد، و دوم با توجه به اینکه سودی هم کسب میکنه، ولی در کنارش یک نیازی رو هم برطرف میکنه. برای مثال یک مؤسسه‌ای که تولید لبنیات داره، درست درآمد کسب میکنه، ولی نیاز مردم رو هم به شیر، ماست و سایر لبنیات برطرف میکنه. پس هدفشون چیه؟ یک، رفع نیازهای مردم، رفع نیازهای مردم، و دو، کسب سود. هر دو هست، هم به خودشون کمک میکنن هم به دیگران، و بسیار عالیه. چه چیز باعث میشه که یک کارآفرین انگیزه داشته باشه که یک تولیدی جدیدی رو تأسیس کنه؟ احتمال موفقیتش. میدونید کارآفرینان احتمال موفقیتشون کمتر از احتمال شکستشونه، یعنی که شکست بخورن خیلی احتمالش بالاتره، ولی همین احتمال موفقیتی که میتونه اونها رو به درآمدهای خیلی بالا برسونه، به موفقیت‌های کلان برسونه، یه انگیزه ای میشه تا کارآفرین بیاد و یک فعالیت اقتصادی، یک مؤسسه، شرکتی، چیزی رو تأسیس کنه. پس انگیزشون همین احتمال کم موفقیت و سوداوریه، با اینکه کمه ولی وسوسه انگیزه. نکته، یک کارآفرین موفق ضرورتاً از ابتدا کارآفرین نبوده، بلکه چشماشو باز کرده، با چشم باز حرکت کرده، بر مبنای شناخت ظرفیتاش
گفته بله من این قابلیت و پتانسیل رو دارم، پس میتونم مثلا اینو تأسیس کنم. و همچنین با شناخت اطرافش قدم به قدم از سطوح ابتدایی به سطوح پیشرفته گام برداشته. پس اگر سوال اومد چطور یک کارآفرین شده، میتونی اینا رو توضیح بدی. تعریف شخص کارآفرین، اصلا به چه کسی میگن کارآفرین؟ به کسی که با نوآوری و خطرپذیری، بذار هایلایتش کنم چون دو کلید واژه بسیار مهمه. اصلا خود فرمول کارآفرینی همین نوآوری و خطرپذیریه. در کتاب‌های نظام قدیم گفته میشد نوآوری کارآفرینی یعنی نوآوری ضرب در خطرپذیری، یعنی هر میزان که شما نوآورتر باشی، چیز جدیدی بیاری و هر میزان که خطر جدیدی رو بپذیری، تو کارآفرین موفق تری هستی. خب محصولات جدیدی رو تولید میکنه و راه‌های جدیدی رو کشف میکنه. فقط عده خاصی میتونن که کارآفرین باشن و یک کسب و کار جدیدی رو راه اندازی کنن. کسی که میخواهد کارآفرین باشد باید این چند تا ویژگی رو داشته باشه. برای مثال ابتکار عمل داشته باشه، گفتم باید نوآور باشه، یه چیز جدیدی داشته باشه. اگر همون قبلی‌ها رو بخوایم تکرار کنیم، نهایتا میتونیم به نتیجه بقیه برسیم، چیز جدیدی به دست نمیاریم. پس ویژگی اول ابتکار عمل. ویژگی دوم آگاهی و دانش زیادی هم داشته باشه. آیا منظور از دانش زیاد اینجا علم زیاده، یعنی اینکه دانشمند باشه، تحصیلات آکادمیک زیاد داشته باشه؟ نه، منظورش این هست که از چیزهایی که برای کارآفرینی نیازه، مثلا مهارت فروش داشته باشه، فن بیان خیلی خوب داشته باشه، ویژگی هایی که نیاز هست، بتونه که رهبری کنه، بتونه که در تصمیم گیری ها موفق عمل کنه، این اطلاعات و دانش ها رو داشته باشه. پس پیشنهاد بتونه بده، مهارت قیمت گذاری داشته باشه و اینها، و همچنین توانایی مالی لازم داشته باشه. دیگه میخواد یک کسب و کار تأسیس کنه، بدون توانایی، بدون سرمایه که نمیشه تأسیس کرد. خب بریم سراغ یک جدول بسیار مهم از کتاب درسیتون که میاد ویژگی های کارآفرینان رو بیان میکنه، ولی به صورت کلید واژه بیان میکنه. خب در کنکور که بسیار این جدول مهمه و تله های تست زیادی داره، ولی ما خب چون داریم برای امتحان تشریحی میخونیم، فقط این تعریف ها رو بلد باشید کافیه. ویژگی اول یک کارآفرین موفق تیزبین بودنه. یعنی چی؟ یعنی فرصت های جدید رو میبینه و میره به سمتشون، فرصت هایی که بقیه نمیبینن. یه تیزبینی خاصی داره، پس قبل از اینکه بقیه متوجهش بشن این فرصت رو میبینه. نوآوره، محصول جدید، کسب و کار جدید میتونه راه اندازی کنه. ریسک پذیره، یعنی اینکه میپذیره که میتونم موفق نشم، مثلا 80% ممکنه که این کسب و کار شکست بخوره، ولی ریسکش رو میپذیره. خوشبینه، درست واقع بینم هست ولی یک امیدواری نسبت به آینده داره. پرانگیزه است، اشتیاق زیادی داره. بچه ها اینا که صورتی شده کلید واژه های مهمی هستن که میتونید باهاش کل جمله رو به یاد بیارید. این اگه در امتحان اومد سه تا از ویژگی ها رو نام ببرید و توضیح بدید، تا میگی خوشبینی، خب میتونید هم توضیح هم بدی، بگی خوشبینی یعنی که با توجه به اینکه واقع بینم هست به آینده دلگرمه. پس این واقع بینی و دلگرمی میتونه کمکت کنه که توضیح بدی. یادگیرنده هست، همیشه دنبال یادگیری مهارت های جدیده. مثلا در کنکور ممکنه به جای یادگیرنده بیاد یاددهنده. میگم تله های تستی زیادی داره این جدول، ولی خب در امتحان تشریح این تله ها مطرح نمیشه. سازمان دهنده هست که یعنی مدیریت میکنه، مهارت رهبری داره، هماهنگی داره. بسیار ساده. یکی از مباحث بسیار مهم در مورد یک شرکت و کسب و کار سود و زیانه. هر شرکتی در پایان سال میسنجه که ما سود کردیم یا زیان کردیم. چطور؟ اگر درآمدش بیشتر از هزینه ها باشه طبیعتاً سود کرده، و برعکس اگر هزینه ها بیشتر از درآمد باشه یعنی زیان کرده. حالا درآمد و هزینه چطور به دست میاد؟
درآمد یعنی تعداد کالاهایی که فروخته شده رو ضرب بر قیمتشون کنیم. مثلا 30 تا کالا فروختیم هر یکی 1000 تومان. ما چقدر درآمد داشتیم؟ 30000 تومان. بسیار ساده. هزینه ها شامل چی میشه؟ اجاره بها، حقوق کارمندان، یک تراکتوری رو مثلا اجاره میکنیم و همچنین موارد دیگه، استهلاک، اینا همه شامل هزینه میشن. چطور از وضعیت زیان دوری کنیم؟ چطور در آخر سال اون شرکت زیان نکنه، سود کنه؟ خب طبیعه دیگه، اگر درآمد بیشتر باشه، هزینه کمتر باشه، ما از وضعیت زیان دوری میکنیم. اما چطور درآمد رو بیشتر کنیم، هزینه رو کمتر کنیم؟ کتابتون روش هایی رو میگه. مثلا برای کاهش هزینه میتونیم که صرفه جویی کنیم. صرفه جویی هزینه رو کاهش میده. بهره وری رو افزایش بدیم. یعنی چی بهره وری؟ یعنی که با کمترین ورودی بیشترین خروجی رو داشته باشیم. حالا صرفه جویی هایی رو مثال میزنه. مثلا پرهیز از استخدام نیروی کار غیر لازم. اگر مثلا در یک کسب و کار کوچیکی یه منشی کافیه، خب همون یه منشی رو به کار ببریم. چه نیازی است که دو سه تا منشی که کار همه‌شون رو یه نفر میتونست انجام بده استخدام کنیم؟ صرفه‌جویی در مواد اولیه، جلوگیری از ریخت و پاش‌ها. خب چطور درآمد رو افزایش بدیم؟ یک بازار مناسب پیدا کنیم. آقا بفهمیم که مخاطبمون کیه. مثلا طرف میخواد که یک کسب و کار جدیدی در ارتباط با فروش مثلا کیف، فروش چیزهایی که دستی تولید میشه، کیف، شال، کلا، چیزهایی که بافتنیه برای مثال، تولید کنه، بازارش رو پیدا کنه. مثلا در فضای مجازی بخواد فعالیت کنه، یک مغازه بزنه. کجا مخاطبش بیشتره؟ آیا مثلا مغازه اینجای شهر بزنه مخاطب بیشتری داره یا یک جای دیگه از شهر؟ پس بتونه یک بازار خوب، یک مخاطب خوب فراهم کنه و بتونه با قیمت مناسب هم بفروشه. یعنی نه خیلی گرون باشه نه خیلی ارزون، قیمتش متعادل باشه. در کنار همه این هایی که در مورد کسب و کار و کارآفرینی گفتیم، خب کتابتون هم یکم در مورد کسب درآمد درست و حلال صحبت میکنه. میگه افرادی که درآمدشون درسته یک سری ویژگی هایی دارن. این که کسایی که درست نیست، اول میگه کسایی که درست نیست یک سری ویژگی هایی دارن. میان مردم بدنامن، میگن از این نخر، گرون میده برای مثال. نبود برکت، استفاده از رانت، رشوه و احتکار. خب رانت یعنی چی؟ یعنی استفاده از یک ارتباط خاص با یک شخص، همون پارتی که خودمون میگیم. مثلا فرد پدرش در یک مؤسسه هست، با استفاده از اون میتونه که خودش رو بیاره بالا. رشوه هم که میدونید، یک پولی رو به یک کسی میدی تا بعد یک کاری انجام بده، غیر قانونی. و احتکار یعنی یک چیزی رو نگه داری که عرضه کم بشه و تقاضا زیاد بشه و کالا گرون بشه، بلکه گرون شد بیای تازه عرضه کنی به بازار. که نمونهش در دوران کرونا دیدید، اوایلش ماسک رو احتکار کردن. یعنی چی؟ یعنی در انبارها نگه داشتن، بعد از اینکه گرون شد عرضه کردن به بازار. پس این احتکار به این معناست. و باعث سقوط اقتصادی هم میشن این افراد. یک سری ویژگی های دیگه میگه. برای مثال به دنبال ارزان خریدن و گران فروختنن، انحصار میکنن، توی روستاها نمیمونن چون که شناخته میشن، پس من روی شهرهای بزرگ که کسی نشناسدشون. خب بسیاری. بریم سراغ درس دوم. پس ما در درس یک، درس بسیار ساده‌ای بود ولی مهم، کارآفرین رو یاد گرفتیم کی هست، چه ویژگی‌هایی داره، چه کار می‌کنه، چطور کسب و کار رو ایجاد می‌کنه، اون کسب و کار سود می‌کنه یا زیان، چطور سود کنه و اینهایی که یاد گرفتیم. درس دوم انتخاب نوع کسب و کاره. حالا که شما می‌خواید یک کارآفرین بشید، بایستی که چه کسب و کاری انتخاب کنید؟ آیا کسب و کارتون شخصی باشه یا نه با یک کسی دیگه شریک بشید، یا اینکه یک شرکت بزرگ سهامی بخواید ایجاد کنید؟ کسب و کارهای مختلف رو توضیح میده. قبل از اینکه نوع کسب و کار رو، انواعش رو یاد بگیریم، با یک مفهوم باید آشنا بشید. سازمان تولید.
سازمان تولید احتمالا فکر میکنید یک مکانیه که یک ساختمونی به عنوان سازمان وجود داره و این سازمان تولیده. نه، سازمان تولید یک مفهوم ذهنیه، اصلا وجود خارجی نداره. سازمان تولید یعنی این که چه کسی صاحب این محصول هست، صاحب این کسب و کار هست. در آخر سال که مثلا بنگاه سود کرده، سود باید به کی برسه؟ صاحب این بنگاه کیه؟ پس مشخص میکنه هم نوع کسب و کار رو، همین که مالک محصول، مالک این کسب و کار کیه. خب انواع کسب و کار از منظر سازمان تولید، این بخش یکم با کتاب سال قبل متفاوته، پس اگر مثلا کتاب کمک آموزشی داری حواست به این باشه که یکم متفاوت شده. یعنی در کتاب سال قبل تعاونی مورد چهارم بود، یه شراکتی هم اینجا داشتیم که اون حذف شده، پس حواست باشه که برای امتحان از کتاب مناسب با خودش بخونی. خب چهار تا کسب و کار کتابتو معرفی کرده: شخصی، شرکت، تعاونی و غیر انتفاعی و خیریه. بریم تک به تک بررسیشون کنیم. مورد اول کسب و کار شخصیه، خیلی هم واضحه دیگه. کسب و کار شخصی یعنی یک نفر میاد یک کسب و کاری رو راه اندازی میکنه، طبیعتا مقیاسش کوچیکه و در همه نوع فعالیت هم این کسب و کارهای شخصی هستن. در کشاورزی هست، فقط یک کشاورز کار میکنه. در صنعت هست، فقط یک نفر مثلا داره کفش تولید میکنه. در خدمات هم هست، فقط یک نفر مثلا داره یک چیز رو پخش میکنه یا یک چیز آموزش میده مثل معلم و دبیران. پس همه جا هستن، کشاورزی و صنعت و خدمات. مشاغل خیش فرمایی، خیش فرمایی یعنی چی؟ یعنی خودت به خودت دستور بدی، خیش فرما باشی، خود فرما باشی. مثلا تعمیرکاران خودرو، یه نفره خودش به خودش میگه من باید چیکار کنم و اینطور نیست که مثلا 10 تا کارگر توی مکانیکی باشن. حتی ممکن هست اونا هم مثلا شرکتی باشن، ولی خیش فرمای شخصی هم هستن و خیلی هم رایجه. کسب و کار بعدی شرکتیه، بازم مشخصه. یک شرکت، اینو بگم اول، ما در اقتصاد دو نوع شخص داریم: یک شخص حقیقی، دو شخص حقوقی. شخص حقیقی یعنی من و تو، شخص حقوقی یعنی مؤسسات و شرکت ها. شرکت ها اشخاص حقوقی هن. یعنی چی؟ یعنی هویت قانونی دارن. یعنی چه هویت قانونی دارن؟ یعنی که به عنوان یک شخص سن هستن، میتونن که اون شرکت شکایت کنن، مثلا یک شرکت از یک شرکت دیگه شکایت کنه، خودشون در بانک یک حساب دارن. یعنی این که وقتی مثلا شما میخواهید به یک شرکتی یک کالایی رو بخرید، از یک شرکت کالایی رو بخرید و بهشون پول واریز کنید، پول به حساب خود شرکت میره، به شخص خاصی نمیره. پس انگار شرکت خودش یک شخصه. حقوق و تعهدات خاصی دارن، به همین دلیل بهشون میگن اشخاص حقوقی. به تعداد معینی سهم تقسیم میشن، شرکت های سهامی بهشون میگن. و سهم چیه؟ حالا در درس آخرتون سهم رو دقیق تر میخونید، ولی سهم به این معناست که مثلا اگر یک شرکت یک صاحب داشته باشه یک سهم، دو صاحب دو سهم، سه صاحب سه سهم، همینجور ادامه پیدا میکنه. و میبینید که بعضی از شرکت ها یک میلیون سهم دارن، یعنی یک میلیون صاحب دارن، پس خیلی خیلی گستردن. سهامدار به اندازه سهمش مالک نسبیه. مثلا میگم فرد 33% از سهام شرکت رو داره و به همون اندازه‌ای که داره مثلا 33% در منافع و مسئولیت ها هم سهیمه. منظور از این که شرکت هویت قانونی داره چیز توضیح دادم. میتونه که مثل انسان دقیقا باش رفتار بشه، قرارداد باش بسته بشه، شکایت بکنه. سهام چیه؟ گفتم یک سنده که نشون میده چقدر از اون شرکت رو داره، چقدر درش سهیمه، که یه مثالی هم کتابتون زده. برای تشکیل شرکت به وکیل ممکنه نیاز بشه، طبیعتاً برای کارهای حقوقیش، مثلا برای تکمیل اساسنامه. اساسنامه چیه؟ در اساسنامه چه ویژگی هایی ذکر میشه؟ بسیار بسیار مهم. نوع کسب و کار، کسب و کار سهامی عامه، سهامی خاص، شرکت تعاونیه. سهام چقدر داره، چگونه تقسیم بشه و فروش،
چگونگی تقسیم سود، اگر شرکت بخواد منحل بشه چطور میشه؟ خب مثلا به کی میرسه؟ چگونگی تامین سرمایه اولیه و حقوق مسئولیت سهامدار. خب بریم سراغ کسب و کار بعدی، تعاونی. تعاونی هم باز اینو شرکته، شرکت های تعاونی، و همونطور که شرکته یعنی که یک سری افرادی اومدن، یک نفر خاص نیست. هدف شرکت تعاونی چیه؟ این که نیازها رو تأمین کنه، تأمین نیازها، یعنی آنچنان به فکر سود خودشون نیستن، بیشتر نیاز رو مد نظر قرار میدن. تعداد تولید کننده گرده هم میان جهت بهره‌مندی از مزایاش، مثلا اینجا سود هم میخوام ولی کمتر با مقیاس بزرگ. شرکت های تعاونی دقیقا مثل شرکت های سهامی هن، با یک تفاوت بسیار مهم، اینکه نحوه ادارهشون متفاوته. یعنی چی؟ ما در شرکت های سهامی میگفتیم که هر کس هر میزان سهم داشته باشه در تصمیم گیری موثره. مثلا میگن که فردی که بیشتر از 50% سهم یک شرکت رو داشته باشه تصمیم نهایی رو اون میگیره. مثلا من 51% سهم این شرکت رو دارم، تصمیم نهایی با منه. اما در تعاونی اصلا مهم نیست که تو چقدر سهمی در اون شرکت، هر فرد یک رأی داره و همه هم باید رأیشون رو بدن. پس نحوه ادارهش بر اساس هر نفر یک رأیه. تفاوتش اینجاست. و سود احتمالی هم به نسبت سرمایه هر عضو توزیع میشه. اینجاش دقیقا مثل سهامیه، فقط همون نحوه ادارهشه که متفاوته. تعاونی ها مشابه با شرکت ها، شرکت های سهامی، اما نحوه ادارهشون چیش متفاوته؟ نحوه اداره بسیار بسیار مهم. خب بریم سراغ مورد آخر، کسب و کار چهارم، کسب و کارهای خیریه غیر انتفاعی و این موارد جزئی. غیر انتفاعی و خیریه، بچه اصلا واژه غیر انتفاعی به چه معناست؟ انتفاع یعنی سود بردن، غیر انتفاع یعنی غیر سود بردن، یعنی شرکتی که هدفش سود بردن نیست. وقتی میگم مدارس غیر انتفاعی یعنی مدارسی که میخوان به یک قشر خاصی کمک کنن، لزوما هدفشون سود بردن نیست، اگرچه خب امروزه یکم برعکس شده و تعدادشون هم زیاد شده. پس غیر انتفاعی یعنی مؤسسه‌ای که هدفش سود بردن نیست، انجام مأموریتی غیر سودآور و غیر تجاری. زمینه‌هاش هم بسیار گوناگون و متفاوته. آموزش مثل مدارس هست، امور خیریه میتونه باشه، توسعه علمی میتونه باشه مثل دانشگاه‌ها، بهداشت سلامت مثل بیمارستان‌ها و کلینیک‌های غیر انتفاعی و چیزهای دیگری که هست. محدودش هم خیلی میتونه کوچیک باشه، خیلی هم میتونه گسترده باشه، از محلی گرفته تا جهانی. خب بیاید یک مروری کنیم بر انواع کسب و کار، مزایا و معایبی که هر کدوم دارن. کسب و کار شخصی مزایاش چیه؟ این ممکنه که به صورت تشریحی سوالش مطرح بشه، مثلا دبیرتون بپرسه که مزایای کسب و کار شخصی را دو مورد نام ببرید. پس مهمه. شخصی راه اندازیش آسانه، من همین امروز میتونم تصمیم بگیرم یک کسب و کار شخصی را بندازم، هیچ مراحل پیچیده‌ای نداره، نمیخواد برم قراردادی ببندم، نه بتونم که کارهای حقوقیش رو انجام بدم، نه نیاز به چیزی نداره. و مالکیت کامل سود هم با اون فرده، من هرچی سود کنم به خودم میرسه. معایبش، خب مسئولیتش نامحدود دیگه، یعنی فرد یکم باید کارهای سنگینی انجام بده چون نمیتونه که مشورت خاصی کنه، خودش باید تصمیم بگیره که این کارو کنه و پای تصمیمش بمونه، پس مسئولیت سنگینی داره و امکان اشتباه هم هست چون شخصیه. شرکت ها چه مزایایی دارن؟ میتونن نیروهای متبحر استخدام کنن و سرمایهشون رو افزایش بدن، میتونن که وام از بانک دریافت کنن. اما معایبی هم داره، هزینهش بالاست، در تصمیم گیری ممکنه که تأخیر به وجود بیاد، مثلا یک ماه تصمیم گیری در مورد اینکه آیا یک کالای جدید تولید کنیم یا نه طول بکشه. تعاونی ها مزایاش اتحاد ایجاد میکنه، تفکر جمعی رو روش میده برای برنامه ریزی. معایبش ممکنه اختلاف به وجود بیاد چون هر فرد یک رأی میده، در حالی که در شرکت
فقط اون کسایی که سهام زیادی داشتند رأی میدادن. تأخیر در تصمیم گیری هم که مثل شرکته. غیر انتفاعی کمک به دولت میکنه، هدفمندسازی میکنه، کمک های خیریه رو برای رسیدن به نیازمندان واقعی. البته اینکه به نیازمندان واقعی بتونیم کمک کنیم میتونه عیبش هم باشه، اینکه چطور نیازمند واقعی رو بشناسیم. پس درسته هدفش کمک به نیازمندان واقعیه، اما اینکه چگونه تشخیص بدیم و چگونه راه دستیابیشون رو پیدا کنیم خودش جزء معایبش محسوب میشه. بریم سراغ درس بعدی بچه ها، درس شماره 3، اصول انتخاب درست. پس ما در درس 1 و 2 انواع کارآفرینی رو یاد گرفتیم، انواع کسب و کار رو یاد گرفتیم. در درس شماره 3 میریم سراغ تصمیم گیری درست. اگر بخوایم یک تصمیم گیری درست داشته باشیم، مثلا بخوایم که یک کالای درستی رو بخریم، بخوایم بفروشیم، هر تصمیم گیری که در اقتصاد رخ میده، چون اقتصاد علم انتخابه، باید چه اصولی رو رعایت کنیم؟ مثلا به هزینه فرصت توجه کنیم یا نه؟ به هزینه هدر رفته توجه کنیم یا نه؟ موضوعات متفاوتی هست. اشاره میکنه علم اقتصاد علم انتخابه. اقتصاد به ما میآموزد وقتی که ما منابع و محدوده چگونه بهترین انتخاب رو انجام بدیم. مثلا من درآمد کمی دارم، مثلا یک دانش آموز فرض کنید، خب سرمایه کمی داره، میخواد که یک کتاب کمک آموزش رو انتخاب کنه، چگونه بهترین رو انتخاب کنه؟ یعنی با توجه به اون سرمایه و پولی که داره یک کتابی رو انتخاب کنه بتونه بهش کمک کنه، درصد بالایی به دست بیاره و همچنین ضرر نبینه. خب بعضی مواقع مشورت میکنن، بعضی مواقع میرن خودشون بررسی میکنن دانش آموزا که آیا این کتاب برای من مناسبه یا نه. حالا ممکن یک اشتباهات این دانش آموز مرتکب بشه. مثلا چی؟ مثلا دانش آموز یک کتابی اول سال گرفته و اون کتاب خوب نبوده به هر دلیلی. تصمیم گیری غلط میتونه اینجا چی باشه؟ اینکه با اینکه کتابش بد بوده اما تا آخر کنکور با همین کتاب بد ادامه میده. چرا؟ چون که براش هزینه کرده، میگه حیفه، بذار همه تستاشو بزنم، بذار حسابی من اینو بخونم، چون که براش هزینه کردم. در حالی که وقتی میبینه این کتاب مفید نیست براش، باید بذاره کنار و حالا دوباره یک تصمیم گیری جدید انجام بده. جالبه، من خودم در سال کنکوری برام اتفاق افتاد، یعنی یک کتابی برای درس منطق و فلسفه، حالا اسم مؤسسه نمیبرم، از یه انتشاراتی گرفتم، کتاب قطوری هم بود طبیعتاً، بعد دیدم که تستاش بسیار ساده است و اصلا به درد منی که دنبال درصدهای بالا هستم نمیخوره. یعنی با زدن این تستا، حتی اگه همه تستا هم درست بزنم، نهایتا میتونم در کنکور 30-40% فلسفه منطق رو کسب کنم. خب سریع گذاشتمش کنار، یعنی با اینکه اصلا شاید 100 تا تستم ازش نزده بودم، گذاشتمش کنار و تقریبا یک هفته بعد کتاب جدید گرفتم. با اینکه هزینه کرده بودم براش، هزینه‌ش هم مسلما سنگینه، ولی تصمیمی هست که باید گرفت. بنابراین اشتباهاتی ممکنه اتفاق بیفته. 5 تا قانون کتابتون ذکر میکنه برای انتخاب درست. اینکه منابعتون رو شناسایی کنید، بفهمید چقدر سرمایه دارید، هزینه فرصت رو محاسبه کنید. من که الان دارم اینجا 3 ساعت وقت میذارم برای امتحان نهایی خودم رو آماده میکنم، مثلا چه انتخاب های دیگری داشتم، خودم بشنم بخونم. خب مثلا اگر خودم میخوندم در 3 ساعت میتونستم 3 تا درس رو پیش ببرم، اینجا در 3 ساعت کل کتاب رو پیش میبرم. پس انتخاب اول من اینجاست، در این فیلم، در این جلسه ضبط شده و این رو انتخاب میکنم. اما هزینه‌های فرصت هم در نظر میگیرم، میتونستم که برم سینما، میتونستم خودم بشنم کتاب رو بخونم. پس باید هزینه های فرصت رو هم در نظر داشته باشید. قید بودجه رو ترسیم کنید، چقدر کلن بودجه دارید برای مثلا کنکور، مثلا 2 میلیون، 3 میلیون، اصلا بی نهایت، چقدر واقعا میتونید هزینه کنید برای مثلا کنکورتون. هزینه های هدر رفته رو فراموش کنید، بذاریدشون کنار. یه کتاب خریدی 200,000 تومان به درد نمیخورده، باید فراموشش کنید. بین هزینه ها و منافع خودم باید مقایسه کنید. حالا بریم تک به تک اینها رو، نکاتش رو یاد بگیریم،
و اصطلاحات تعریفش رو یاد بگیرید، چون که در امتحان میاد. هزینه فرصت رو تعریف کنید، هزینه هدر رفته رو تعریف کنید، پس باید تعریف اصطلاحات رو بلد باشیم. منابع تولید کلن 3 تاست: منابع طبیعی، انسانی و سرمایه. منابع طبیعی، زمین، دریا، معدن، اینا میشه منابع طبیعی. نیروی انسانی، یک فرد متخصص میشه نیروی انسانی، حتی نیروی کار ساده هم نیروی انسانیه. و سرمایه فیزیکی و انسانی. سرمایه انسانی تقریبا همون نیروی انسانیه. فرقش اینه که سرمایه انسانی خیلی خیلی متخصصه، خیلی خیلی یک مهارتی داره، اما نیروی کار و نیروی انسانی بیشتر منظورش اون نیروی کارهای ساده هستن، کارگران و کسانی که کارهای معمولی رو انجام میدن، تخصص ویژه‌ای ندارن. منابع طبیعی رو توضیح دادم، نیروی کارم که مثلا کشاورزانی که روی زمین کار میکنن نیروی کارن، و تراکتوری که چه اولش نیفتاده تراکتوری که روی زمین کار میکنه سرمایه فیزیکی است. سرمایه گفتیم 2 نوعه، در واقع میشه گفت سرمایه 3 نوعه: سرمایه فیزیکی، انسانی و مالی. سرمایه مالی که همون پوله، سرمایه فیزیکی یعنی یک جسم فیزیکی که میتونه برای ما درآمد به دست بیاره، مثلا تراکتور باش کار میکنیم برای ما درآمد به دست میاره، یه یخچال در مغازه بستنی فروشی میتونه برای ما درآمد به دست بیاره برای تولید کننده، میشن سرمایه های فیزیکی. و مهارت نیروی کارم که گفتیم میشه سرمایه انسانی. قانون دوم، هزینه فرصت رو محاسبه کنید. هزینه فرصت یعنی چی؟ یعنی شما زمانی که دو انتخاب دارید، اولی رو که انتخاب میکنید، بهترین انتخابتون رو که برمیگزینید، انتخاب دوم شما میشه هزینه فرصت. مثلا الان اینجا هستید، هر کار دیگری که میتونستید به جاش انجام بدید میشه هزینه فرصت شما. زمانی که من میرم فیلم تماشا کنم مثلا 2 ساعت، انتخاب دوم چی بوده برای مثال؟ 2 ساعت کتاب مطالعه کنم، این میشه هزینه فرصت. اینا رو باید حساب کنید. پس هزینه فرصت یک انتخاب ارزش بهترین گزینه بعدی، یعنی انتخاب دوم شماست که میتونستید انجام بدید. مفهوم بدبستان به چه معناست؟ بدبستان مشخص از خود تعریفش، بده بستان یعنی یه چیزی رو بده و رها کن، یه چیز دیگری رو به دست بیار. شما باید قید یک چیزایی رو بزنید تا یک چیزایی رو به دست بیارید، این یعنی بده بستان. پس همیشه باید بین گزینه هامون بده بستان کنیم. بده بستان به چه معناست؟ یعنی که یه چیزی رو رها کن، یه چیزی رو به دست بیار. نکته، مفهوم بده بستان همیشه با کدوم مفهوم ارتباط داره همراهشه؟ با هزینه فرصت. من کتاب مطالعه کردن رو رها میکنم تا بتونم این فیلم ضبط شده رو تماشا کنم تا به نمره 20 برسم مثلا. قانون سوم، قید بودجه خود را ترسیم کنید. قید بودجه یعنی چی؟ قید یعنی تناب بودجه. مثلا تناب بودجه یعنی چی؟ یعنی مشخص کنید که سقف بودجه و اون سرمایه که شما میخواید برای یک کاری اختصاص بدید چقدره. مثلا برای خرید کتاب 1 میلیون، 2 میلیون، 10 میلیون، 20 میلیون، بی نهایت، چقدر. پس قید بودجه رو ترسیم کنید. وقتی پول محدودی دارید باید مشخص کنید که چقدر میتونید خرج کنید، یعنی همینجور خرج نکنید بگی ای تموم شد. از قبل مشخص کنید، مثلا برای کنکور میخوام که 1 میلیون هزینه کنم برای مثال عدده، بعد مثلا اینقدرشو برای کلاس میذارم، اینقدرشو برای کتاب میذارم، اینقدرشم برای آزمون میذارم برای مثال. پس قیدها رو مشخص کنید. به دلیل اینکه بودجهتون محدوده مجبورید بده بستان انجام بدید. قانون چهارم، هزینه‌های هدر رفته رو فراموش کنید. که گفتیم یعنی چی؟ یعنی هزینه‌ای که پرداخت شده و شما نمیتونید برگردونشون، هزینه‌های در رفته یا هدر رفته. کتاب سال قبل گفته بود در رفته، اینجا هدر رفته شده. این هزینه ها نباید تأثیر در تصمیم گیری شما داشته باشه.
هزینه های هدر رفته مهم نیستن. چرا؟ چون قابل برگشت نیستن. قانون پنجم، همیشه بین هزینه ها و منافعی که دارید باید مقایسه کنید کدوم بهتره، فایدهش بیشتر یا ضررش بیشتره. کتابتون همین رو گفته، در نهایت به این نتیجه برسید که منافع بیشتر از هزینه هاست. همیشه مقایسه هزینه ها و منافع بر اساس چیه؟ بر اساس اطلاعاتی که داریم. مثلا من اگر اطلاع نداشته باشم نمیتونم مقایسه انجام بدم. آقا مثلا هزینه این کتاب 100,000 تومنه، هزینه کتاب های دیگه چقدره؟ خب اگر ندونم که مقایسه نیست. باید بدونم، باید کیفیت کتاب های متفاوت رو اطلاع داشته باشم تا بتونم که یک مقایسه خوبی انجام بدم. بهترین تصمیم به چه چیزی بستگی دارد؟ جای خالی ممکنه بیاد. به رویکرد شما بستگی دارد. رویکرد من این هست که کتاب ارزون باشه یا این هست که کتاب با کیفیت باشه؟ کدوم مد نظر من هست؟ رویکرد من کدومه؟ اگر مثلا کتاب ارزون مد نظرمه، بهترین انتخاب این هست که کتابای تخفیف دار دست دوم اینها رو تهیه کنم. اگر کیفیت کتاب مد نظرمه، باید برم ببینم کدوم کتاب مثلا درسنامه بهتری داره، تستایی بروزتری داره، پاسخنامه تشریحی بهتری داره و رویکردم به این اساس باشه. دو نوع تصمیم گیری وجود داره کتابتون ذکر میکنه. یک، انتخاب از بین گزینه های مختلف فقط یکی رو انتخاب کنیم، ورزش کنم، درس بخونم یا برم سینما. دو، اگر میخوام هر ستاشو انجام بدم چه مقدار از هر کدوم رو انجام بدم؟ چقدر درس بخونم؟ چقدر ورزش کنم؟ پس هم باید مشخص کنید کدوم ها رو میخوام انجام بدم، از هر کدوم چقدر میخوام انجام بدم. تصمیم گیری غیر منطقی چند تا اشتباه رایج کتابتون میاره، اگرچه زیاد جنبه امتحانی نداره، مگر اینکه مدرستون دبیرتون بخواد سوال بده. چند مورد از تصمیم گیری های غیر منطقی را نام ببرید، یعنی صرفا همین تشریحی ممکن از سوال بیاد. برای مثال اثرگذاری حقه های فروش، وقتی فقط به خاطر حراج و تخفیف یه خریدی رو میکنیم. نمونه شو دیدید، مثلا فرد تصمیم داره امشب یک غذایی رو به صورت آنلاین سفارش بده، بعد از قبل مشخص کرده من غذای مورد علاقه‌ام فلانه، ولی وقتی میره روی اپلیکیشن میبینه یه غذای 60% تخفیف داره، سریع اونو میخره. خب این اشتباهه. اون فرد قصد داشت که فلان غذا رو بخره، برای مثال، حالا مثال نمیزنم، فلان غذا رو بخره، ولی صرفا به خاطر اینکه یه غذای تخفیف داشت خرید کرد. این میشه اشتباه در تصمیم گیری غیر منطقی. عدم توجه به هزینه های هدر رفته که قبلا گفتم، کلاس بی کیفیتی رو صرفا به خاطر اینکه پول دادیم تا آخرش میمونیم. آقا این کلاس اصلا چیز جدیدی به تو یاد نمیده، چرا داری همش تماشا میکنی؟ بذارش کنار، میتونی به جاش خودت بخونی. با اینکه پول دادی ولی باید تصمیم گیری درست داشته باشی. بی صبری زیاد، به جای اینکه صبر کنیم، تحصیل کنیم و بتونیم استفاده کنیم از منافع آیندهش، یک رزومه خوبی داشته باشیم، میریم سراغ کارهای کم ارزش و لذت آنی. اعتماد به نفس بیش از حد که خوشبینی زیادی در مورد درآمد داریم و چسبیدن به وضعیت فعلی، پرهیز از گزینه‌های جدید. آقا شاید کلاس بهتری هم وجود داشته باشه، شاید کتاب بهتری وجود داشته باشه، شاید مدرسه بهتری، هر چیز بهتری وجود داشته باشه. همه رو دیدی یا صرفا همین اولی رو که دیدی میخوای انتخاب کنی؟ کتابتون میگه که یکم مقایسه انجام بدی. خب بریم سراغ درس بعدی بچه ها. درس شماره 4، مرز امکانات تولید. پس ما تا درس شماره 3 چیها رو یاد گرفتیم؟ کارآفرین، انواع کسب و کار و تصمیم گیری، اصولش، تصمیم گیری های غیر منطقی چی هن و اینهایی که با مثال کامل توضیح دادم. فکر کنم تا الان متوجه شدید که یادگیری واقعی به چه معناست. هر مفهومی که میخونید باید کامل براتون جا بیفته، صرفا حفظ نکنید. هزینه های هدر رفته یعنی این که هزینه های قبلی را فراموش کنید. خب بفهم یعنی چی؟ دوتا مثال خودت بزن، مثال جدید بزن از زندگی واقعی خودت، چیزهایی که تا به الان تجربه کردی مثال بزن. این یعنی یادگیری مفهومی. مقایسه کن،
فلان جایی که تا گفته کارآفرین ریسک پذیره، فلان جا میگه باید یکم ریسک پذیر نباشه. چرا اینو گفته؟ مثلا یکم مقایسه کنید. خب درس 4، مرز امکانات تولید. مرز امکانات تولید به چه معناست؟ تعریف رو نگاه کن. مرزیه که، یعنی در نموداری که میبینی یک مرزیه که این مرز چی رو مشخص میکنه؟ بین آنچه که یک کسب و کار با استفاده از منابع موجودش میتونه تولید کنه و آنچه که نمیتونه. منظورش چیه؟ ببین این مرزی که میبینی دو قسمت داره. بذار من هایلایت کنم برات. مثلا این قسمت زرد رنگ، اینم قسمت قرمز رنگ. این مرز مشخص میکنه بین آنچه که فرد میتونه تولید کنه، قرمز رنگا اونایی که فرد میتونه تولید کنه منابعش رو داره، زرد رنگا اونهایی هستن که نمیتونه تولید کنه، اینا غیر قابل دستیابی هن. مثلا این که من بتونم در این نقطه 900 تا پنیر تولید کنم و برای مثال 400 تا ماست، این غیر قابل دستیابیه و این مرز نشون میده که اینا رو میتونیم اینا رو نمیتونیم. پس مرزی که نشان میدهد یک کسب و کار چه چیزهایی رو میتواند چه چیزهایی رو نمیتواند. مفهومی یاد بگیر، حفظ نکن، صرفا حفظ نکن، واژه‌ها رو که باید بلد باشی. الگوی مرز امکانات تولید چی رو نشون میده؟ کلن الگو یعنی چی؟ الگو یعنی که یه چیز پیچیده رو سادش کنیم. مثلا اگر بخوایم که واقعا مرز امکانات تولید یک کشور نشون بدیم، خیلی خیلی پیچیده است. صرفا ماست و پنیر که نیست که، هزاران کالا وجود داره، اما میاد سادش میکنه، دو تا کالای ساده رو میاره. مرز امکانات تولید نشان دهنده حد اکثر امکان تولیده. این مرز نشون میده که حد اکثر کالایی که میتونیم تولید کنیم با استفاده از این منابع چقدره. خب گفتیم این زردا که غیر قابل دستیابی هن، این قرمزا قابل دستیابی هن. حالا از بین این قابل دستیابی ها این مرز حد اکثرشه. حد اکثرش یعنی مثلا این فرد اگر تصمیم بگیره که 900 تا پنیر تولید کنه، چند تا ماست میتونه تولید کنه؟ خب میتونیم بگیم میتونه هیچی ماست تولید کنه، بله، اما حد اکثر ماستی که میتونه با تولید 900 تا پنیر انجام بده 100 تاست، بیشتر از این نمیتونه. پس حد اکثر رو نشون میده. بریم سراغ تحلیلش. آقا اصلا این نقاط یعنی چی؟ چون مسئله میاد یه چنین نموداری به شما میدن، میگن که نقطه ه چی رو نشون میده، باید کامل تحلیلش رو بلد بشی. بهتر است یک شرکت به جای تولید در درون مرز امکانات تولید، به جای این قرمزا، در این خود مرز روی مرز امکانات تولید تولید کند. چرا؟ چون گفتیم مرز اینی که آبی رنگ الان، بذار من اینو پاکش کنم، این خطی که خودم کشیدم، اینا که قرمز رنگه گفتیم که تولیدها رو نشون میده، میگه بر روی مرز تولید کنه نه درونش، روی همین مرز آبی رنگ تولید کنه، چون حد اکثر تولیده، بیشترین تولیدی است که میتونیم انجام بدیم. نقاط خارج از مرز چی رو نشون میدن؟ نقاط خارج از مرز زرد رنگا، نقطه ای که غیر قابل دستیابی هم، گفتم نمیتونیم تولیدشون کنیم، مثل نقطه ه. پس اگر پرسن نقطه ه چه چیز را نشان میدهد، میگی نقطه ای که غیر قابل دستیابی است. چرا؟ چون منابع کافی برای تولیدش نیست. مرز امکانات تولید به ما اجازه میدهد تا هزینه فرصت هم محاسبه کنیم. منظورش چیه؟ بذار اینا رو پاک کنم. خب اینا رو پاک کنیم. مثلا سال بعدی گفتم در نقطه جیم هزینه فرصت تولید 150 عدد، حالا بستنی که نه، بسته پنیر، هزینه فرصت تولید 150 بسته پنیر در نقطه جیم چقدره؟ 150 پنیر بیشتر. ببین بیشتر دقت کن. خب ما اگر تعداد پنیر رو 150 واحد افزایش بدیم، به کدوم نقطه میرسیم؟ 750 هست دیگه اینجا. خب 150 تا بره بالا میرسه به 900. پس از نقطه جیم میریم سراغ نقطه ب.
زمانی که از نقطه جیم میریم سراغ نقطه ب و تعداد پنیر 150 واحد افزایش پیدا میکنه، هزینه فرصتش چقدره؟ گفتیم هزینه فرصت انتخاب دومه. ما اینجا کلن دوتا انتخاب داریم، یک پنیر، دو ماست. خب پنیر رو انتخاب کردیم، انتخاب اول. الان چقدر ماست از دست میدیم؟ در تعریف هزینه فرصت چی گفتیم؟ مقدار منافع از دست داده انتخاب دوم میشه هزینه فرصت ما. ما با انتخاب 150 پنیر بیشتر چند واحد ماست رو از دست دادیم؟ نگاه کن، در نقطه جیم ما 200 تا ماست تولید میکردیم، قبول داری؟ در نقطه ب چند تا ماست تولید میکنیم؟ 100 تا. خب پس ما زمانی که تصمیم گرفتیم 150 تا پنیر بیشتر تولید کنیم، 100 تا، یعنی فاصله بین این دوتا 200 منهای 100 مساوی 100، 100 تا ماست رو از دست دادیم. پس باید منها رو انجام بدی یا نگی صرفا این 100، 200 منهای 100 شد 100. پس با تولید 150 تا پنیر بیشتر، هزینه فرصت ما از دست دادن 100 تا سطل ماست رو، هزینه فرصت 100 تا ماست. هر نقطه در زیر مرز امکانات تولید که قبلا هم گفتیم، در زیر مرز امکانات تولید به چه معناست؟ به این معنا که اقتصاد از بیشترین منافعش استفاده نکرده است، میتونه بیشتر تولید کنه، حداقل میتونه سه کالا بیشتر تولید کنه، حداقل یک کالا بیشتر. خب ناحیه خارج از مرز فقط نقاطی هستن که کشور میتونه آرزوشون رو داشته باشه، چون الان نمیتونه. اون نقاط خارج از مرز اینا، این نقاط با فرض ثابت ماندن منابع غیر قابل دستیابی هستند و چون که منابع کافی نیست براشون، نمیتونیم مثلا هم 1000 تا پنیر تولید کنیم هم 500 تا ماست، یعنی این نقطه، چون که خارج از این مرزه. پس نم از تحلیل مرز امکانات تولید که بسیار بسیار هم در کنکور شما که حتما احتمالا یه سوال ازش میاد، حتما احتمالا یه پارادوکسی هم داشت، هم در امتحان شما، عذر میخوام، در امتحانات شما هم بسیار مهمه. خب هزینه فرصت اجتماع به چه معناست؟ ما هزینه فرصت رو گفتیم، هزینه فرصت اجتماع یعنی یک جمعیت، یک جامعه به چه معناست؟ میگه زمانی که یک جامعه، یک دولت، یک کالایی رو رایگان به مردم میده، دولت داره یک هزینه فرصتی رو مرتکب میشه. درسته رایگانه، هزینه ای نکرده ظاهرا، ولی برای تولید زمان صرف میشه و میتونست یک کالای دیگری رو تولید کنه. پس برای جامعه هزینه فرصتی داره، حواستون به این نکته هم باشه. کارایی و ناکارایی یعنی چه؟ کتابتون تعریفی برای کارایی آورده که کاملا با کتاب سال قبل ضد همه، یعنی الان این تعریف که کتابتون آورده کلمات ضد سال قبل شده. حالا نمیدونم چرا این تصمیم رو گرفتم. بخونیم تعریف کتاب رو. تلاش برای به دست آوردن کارایی به معنای یافتن موقعیت‌هایی برای پیشرفت است. خب این که تعریفشه، تا اینجا که هیچ، تا اینجا اوکیه، اما از اینجا به بعد یکم چالش برانگیز میشه. اگر یک شرکت هر فرصتی برای استفاده بهتر از منابع به کار ببره، یعنی منابعی که داره بهترین استفاده رو ببره، این تغییر باعث میشه وضع دیگران بدتر شود. کتاب سال قبل میگفت باعث نمیشود وضع دیگران بدتر شود، دقیقا فعل منفیش کردن، برعکسش کردن. به هر حال شما تعریف کتابتون رو حفظ کنید تا بتونید که نمره رو به دست بیارید. پس بهترین انتخاب رو انجام میدیم و تا بتونیم که کارا باشه. یک شرکت از منابع موجودش بیشترین استفاده رو میبره، همینا بنویسید کافیه، بیشترین استفاده، بیشترین استفاده از منابع و بهترین موقعیت ها رو استفاده کردن، اینا همه درسته. بسیاری، یه نکته بسیار مهم، اگر تولید یک شرکت در زیر مرز امکانات تولید باشه، یعنی کارا نیست یا ناکاراست. پس چه موقع کاراست؟ کارا یعنی روی مرز
ناکارا یعنی ناکارا زیر مرز. حواست به این رو و زیره باشه. زیر مرز میشه ناکارا، روی مرز میشه کارا، مانند نقطه ز که زیر مرز بود. خب این از این. بریم سراغ درس پنجم. فعلا تا اینجا کافیه، یه استراحت کوچیکی داشته باشید. درس پنجم در فیلم بعدی همراهتون هستیم. میبینمتون. واسه این کار زاده شدم در این بار، آماده شدم واسه این کار.